اما در مصر قریب 90 درصد از رای دهندگان به متمم قانون اساسی و تمدید دوران ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2030 رأی مثبت دادند به گفته رئیس کمیسیون ملی انتخابات مصر در این همه پرسی که طی سه روز برگزار شد بیش از 27 میلیون نفر یا 44 درصد از باجدان شرایط رای شرکت کرده بودند گزارشی از سیران شرافی با اعلام نتایج همه پرسی سه مصر و افسودن متمم قانون اساسی، عبدالفتاح اسیسی رئیس جمهوری امکان این را دارد که تا 11 سال دیگر در منصب قدرت باقی بماند. قانون اساسی جدید دوره ریاست جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش می دهد و به رئیس جمهوری اختیارات بیشتری خواهد داد. وقت بلغ عدد شمار کسانی که به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند 23 میلیون و 416 هزار و 741 نفر یا 88 و 83 درصد در رای دهندگان است. 2 میلیون و 945 هزار و 690 نفر هم یا 11 و 17 صدوم درصد نیز رای منفی دادند. بلافاصله پس از اعلام نتایج همه پرسی عبدالفتاح اسیسی با ارسال یک توییت از شهروندان مصری که به گفته او با آگاهیشان از چالش‌های پیش رو چشم جهان را خیره کردند تشکر کرد طرفداران السیسی میگویند در سایه رهبری او امنیت و رشد اقتصادی مصر تضمین شود. در همین حال مخالفان سیسی نتیجه همه پرسی را زیر سوال برده اند و میگویند دولت او مردم را وادار کرده به نفع تغییر قانون اساسی رای دهند و در ازای بذل و بخشش مواد غذایی و حمل و نقل مجانی به مراکز اخذ رای رای مردم را خریده است آنها همچنین میگویند روند دموکراتیک مصر که پس از سقوط دولت حسنی مبارک در سال 2011 آغاز شد به عقب باز میگردد دولت مصر همه اتهامات را رد کرده است سیران شرفی صدای آمریکا